و لباس‌هایی که دو سایز سا پوشیده بودن این فضای سالونی همه چیز یک فضای اتمسفر بسیار زیبایی داشت اما برای من چون کلام عیسی و حضور عیسی را من در اونجا فقط در قلب خود میدیدم برای من سوال بود بعد از اون حالا من از شما سوال بکنم ایزان اگر در یک جشن و پارتی خصوصا عروسی دعوت شویم بریم در عروسی و با لباس مناسب عروسی نریم لباسی که در تا هفته کار کرده ما حتما بوی عرق داره حتما لباس است که یا مناسب اون عروسی نیست وقتی که وارد مجلس عروسی شویم چه احساس به ما دست میتن؟ حتما ناراحت میشیم نه چون بقیه رو میبینه که همه لباس های تمیز پاک همه شنگل و پنگل همه خانم آرایش کرده سه روز پیش رفتن آرایشگاه چقدر پول خرج کردن لباس خریدن از یارفا بعد خودت به خودت نگاه میکنی که هیچ چیز من نداشم. با اون لباس قدیم و کثیف بگوی می یا چرکین و در کل لباس معمولی وارد این عروسی هستن حتما شایسته نیست نه هم برای صاحب مجلس بهترامی است هم برای خود شخص از لحاظ شخصیت میارش پایین با خاطر از یک لباسش مناسب نیست اینا رو وقتی توجه میکنیم برمیگردیم به یک آیاتی از کلام خدا که بریم روی کتاب مکاشفه وقتی وقت شخصا به این موضوع فکر می کردم با کتاب مکاشفه از باب 19 آیه 6 و 7 و 8 سه تا آیه را اگر اینجا باشه عزیزان اگر آماده کرده باشن ببینیم آیه 6 7 و 8 چنین میگه که آنگا صدای شنیدم که با خروش جماعت عظیم میمانست و با غرش آبهای فراوان و با بانگ بلند رد که میگفت هللویا زیرا که خداوند خدای ما آن قادر مطلق سلطنتش آغاز گردیده آی افت با وشت آیم و شادی کنیم و او را جلال دهیم زیرا زمان عروسی آن بره فرا رسیده است و عروس او خود را چی کرده؟ آماده ساخته است از اینجا واسه شروع میکنیم از آماده شدن ما جامعه کتان نفیز و درخشان و پاکیزه به او بخشیده شد تا بتن کنن جامعه کتان نفیس، سفید، پاک، بی که نمایندگی از اعمال رفتار و زندگی امروز ما داره در جشن عروسی بره حاضر میشیم که سم بگیریم ما عروسان خداوند است امامین دامات آسمانی منتظر ما در ملکوت است این آیه رو متوجه شدیم؟ اینجا است درست؟ حالا بیاین یک آیت دیگر از کتاب متا مراجعه بکنیم با باب 22 آیه تا چارده. خدا محبت است خدا ما را به جشن عظیم خودش دعوت کرده ما را خواسته ما را انتخاب کرده اما اما بعضی اوقات امکانات پیش که ما در این جشن نتونیم سهم بگیریم اما هنگامی که خب داستان در باب 22 کتاب متا صحبت را که عیسی مسیح داره و مسئله از پادشاهی میاره که عروسی فرزندش است یا پسرش است و در این عروسی پسرش تعداد زیاد را که خاص خودش است دعوت میکنه و خادمین خودش هم میفرسته که دعوت شدگان چی بکنه؟ صدا بزنه و دعوت بکنه اما دعوت شدگان چی کار میکنن؟ دعوت شدگان لبیک نمیگن به صدای این خادمین به صدای خداوند به این دعوتی که از طرف پادشاه برشان شده پادشاه ناراحت میشه غضبناک میشه کلام و خدا میگه و چی کار میکنه خادمینش میفرسته به کوچه و بازار میفرسته در بین مردم عام و خب این نماینده از قوم یهود داره و من و شما که اینجا هستیم حالا مردم عام را اینا صدا میزنن دعوت میکنن در جشن عروسی و همه مردم سم میگیرن من یک شمایی که امروز در حضور خداوند اجازه سم گرفتن را داریم آمده و اینجا هستیم پس تعداد کثیر از مردم میان در این جشن عروسی پسر پادشاه سم میگیرن اما اینجا می یک موضوع هستش یکی از این دعوت شدگان آن لباس مناسب عروسی را نداره اما هنگامی که شاه برای دیدار با مهمانان وارد مجلس شد مردم ببخشید مرد را دید که جامعه عروسی بر تن نداشت یعنی جامعه مناسب عروسی را بر تن نداشت از او پرسید ای دوست دشمنم خطابش نکرد دوست خطابش کرد ای دوست چگونه بدون جامعه عروسی به اینجا آمدی آن مرد پاسخ نداشت آن مرد پاسخه نداشت این جملات این آیات را این کلمات را در حافظه بسپاریم آن مرد پاسخ نداشت آنگاه پادشاه خادمان خود را گفت دست و پایش را ببندید و او را به تاریکی بیرون بیاندازید جایی که گیریه و دندان به دندان ساییدن خواهد بود زیرا دعوت شدگان بسیارند و برگزیدگان اندک این کل موضوع صحبت من نیست اما حتما چکیده از صحبت متوجه شدیم که همه ای ما برای جشن عروسی بره آماده شدیم دعوت شدیم ما از طرف خدا دعوت داریم با آسمان تنها دعوت خدا این نیست که ما بعد از ایمان فقط وارد خدمات شویم و بیایم جان فشانی به جان کنی و ریاضت بکنیم برای خداوند بلکه ما را به آن چیزی که در آسمان است چیکار کرده دعوت کرده در کتاب یوحنا در باب دو ما با آیات برمیخوریم و با صحبت از عیسی مسیح که به نام اولین معجزه مسیح مسما است و همه را میشناسیم عیسی مسیح در جشن عروسی قانای جلیل دعوت میشه و آمده با خانواده شجاع چی کار میکنه در سم داره در این جلسه. اما تماماً مهمانان که در این عروسی دعوت شدن تا زمانی که عیسی مسیح آب را و شراب تبدیل میکنه میبینه که اینا مست هستن لذت میبرن از این عروسی از زمانی که در عروسی هستن میخورن و مینوشن و میپاشن و چقدر بابا شادی جشن برپا کردن امروزه در معافل عروسی و جشن به اندازه نیست شاید هم در یک چوکات تربیت بهترش است اما در روز زمان اگر بیشتر در فیلم ها متوجه شده باشیم که حتما هست دیدیم که میزای چوبی است با این صندلی های چوبی گذاشتگی است غذا و گوشت و اینا رو گرفتن با این دندان میزنن و امو لیوان های گلاس های چوبی ده مانده و پر از شراب میکنن روی میز میزنن یک مقدارش از داخل ظرف گلا... میای بیرون و بعد سر میکشن و لباس روشان همش میریزه چیزانه اینا چی است اینا مستی است اینا اون مستی هرزگی دنیایی است که در جنیان شراب و شراب خوری به وجود می آید و از خود به خود باشند بیهوش فقط در از یک چیز لذت می برند از اون جشنه که دعوت شدن و هستن بقیه که برای چی اونجا هستند، نه فقط لذت از خوراک و نوشابه که دارن یا نوشیدنی شراب, این شراب که این خاصیت شراب دنیایی است درست شرابی که انسان درست کرده شراب که مست هرزگی درش است و خصوصا شراب قدیمی که مستی بیشتر داره چند نفر تجربه شراب خوردن را داری؟ من که دارم خدا را شکر ولی زیاد نخوریم کلام خدا میگه مست شراب نشویم در حال شراب یا شراب دنیا مستی لاولعب داره مستی هرزگی داره مستی داره که واقعا از حضور خدا انسان دور میکنه همه ما شما از مستی مشروبات الکلی تجربه داره میدانیم که چطور انسان از خود بیخود خود میکنه هیچ چیز را سر از پا نمیشناسه و یک لذت بسیار کاذب زودگذر داره خصوصا کسانی که از خود بیخود خود میشن و من شما میبینیم اصلا کسایی که چان, چان چنان مست میباشن که وقتی دوباره به اوش میایه نمیدانه کجا بوده چی کار کرده از دوستش و از کس دیگه میپرسن بس چی کار کردیم این کار کردی، این حرف زد این عمل انجام دادی میگه نه من این کار نکردم چرا چون بیهوش است چون بیهوش است چون از, از 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 آن آلت عادی آمده بیرون این خاصیت شراب دنیا هستش یا مستی دنیا هر چیز باشه تنها شراب نه در هر چیز این دنیا که غرق شیم چون دنیا جز از مستی کاذب چیز نیکویی نداره هر آن چیزی که لذت دنیایی درش است لذت های منفی منظورم منظور است هر چیزی که گناه درش است لذت بسیار داره همه ما شما مزه لذت گناه را چشیده ما میدانیم آشنا هستیم هیچ کس نیست به شمول من هم که ندانه گناه چقدر لذت داره لحظه های اول گناه بسیار لذت بخش است اما بعد از یک عمل گناه پایان یافت اون زمان متوجه میشم واو چی اشتباهی کردم اما عیسی مسیح چی کار میکنه عیسی مسیح آب را به شراب تبدیل میکنه اما کدام شراب یکی از دوستا زمانهای بسیار سابق از ما سوال کرده و گفته برای ایوانا انتقاد که شما مشروب خور هستید شما مسیان شراب میخورین با خصوصا در کلیسا وقتی که اشای ربانی است و آورد مثال همه قنای جلی را که عیسی مسیح خداوند شما پیشوای شما آب را به شراب تبدیل کرد پس مسیان شرابی هستند بله ما مس شراب روح خدا هستیم آمین ما خدا از روح خودش مس کرد مست نکرد مسح کرد مست تا مس فرق میکنه در دنیا مست شراب میشویم ولی از روح خدا از حضور خدا مست میشیم پر میشیم لبریز میشیم آنه که اجازه بتیم پس عیسی مسیح میای و آب را به شراب تبدیل میکنه با یک شراب کاملا متفاوت یک شرابی که ماهیت الهی و یک ماهیت آسمانی درش است شرابی که هیچ هیچ ارتباط و شباهت با آن شرابی که در آن مجلس در آن عروسی مهمانا خورده بودن نداره هیچ چیز ذره از ماهیت اون شرابی که تا اون دم مهمانان نوش جان کرده بودن نداره شراب عیسی مسیح کاملا متفاوت بوده شراب دنیا و دلیل داشت که چرا شاید شما هم این لحظه سوال بکنید که خب یعنی چی خب مسیح هم شراب درست کرد بله مسیح شراب درست کرد دلیل داشت که شراب درست بکنه دلیل داشت مسیح تا اون زمانی که ها اجازه داد که مسیح اون بد کارش را انجام داد مسیح اولین کاری که در این تغییر و تفاوت شرابش است چی است ظرف رو می طلبه به نام ظرف تحتیر ظرف پاک و تمیز آب در او ظرف می گنجانن که او آب برای کارهای روزمره زندگی استفاده نمیشه برای کار تحتیر بر کار به خصوص از او استفاده می اما کوزه یا اما ظرف را در قوم یهود رسم به ای بوده که برای کار مخصوصه زمانی که اگر در چیز نجس می شدن یا در چیز نجس دست می زدن یا یا یک حالت که در نجاست می بود می آمدن با آمو آب خودشان از شستشو می کردن پس یک ظرف کاملا جداگانه ای بود مسیح این کار می ظرفی که برای آب است او را آماده می برش. یک دوم مسی خداوند شروع میکنه اون آب که در اون ظرف است او را به شراب تبدیل میکنه اما چیگونه؟ ببینید ما در معجزات عیسی مسیح چندین نوع معجزه را میبینیم مثلا معجزه تکثیر عیسی مسیح با دو تا مایو پنج هزاران نفر را سیر کرد درست سوال خلق بکنه سوال خلق میشه که چطور عیسی مسیح مانند دو ماهی و پنج نانی شراب را نگر بلند نکه ای پدر آسمانی نام تو متبارک باد بیا این شراب را برای من بیشتر بکنه تا مهمانان بنوشن و لذت بیشتر ببرن مسیح اون آب یا اون که به شراب تبدیل کرد در حالت بسرا تکثیر نکرد شرابی که قطراتش یا مو اندازه کم شاید در های قدیم گذاشته شده باشه در اون مجلس خب شراب در یک ظرفهایی بوده حتما درست در اون تای اون ظرفا حتما یک مقدار شراب ما باقی مانده بوده قطرات حداقل درش بوده خاصیت شراب قبل خود در او ظرف بوده ولی مسیح نمی اونا را استفاده بکنه کاملا چیز جدید کاملا متفاوت تفاوت و کاملا تازه خلق میکنه چرا چون مسیح خداوند ما کارش تازه است کارش ساختن است کارش از نو بنیاد کردن است کارش که کهنه را دور و به جای چی میکنه نو تازه سازه. چرا کلام خدا میگه هر که در مسیح است خلقت تازه ای است همه چیز نو شده همه چیز تازه شد ما در مسیح نو شدیم تازه شدیم مسیح آمد بدن های ما را که همو ظرف مقدس و پاک خودش از خودش ساخت نه ما خون مسیح است که ما را ظرف برگزیده خداوند ساخت این خون مسیح است این شراب مسیح است که ما را آماده و برگزیده ساخت برای کار خودش مسیح آمد و یک کار کاملا متفاوت را انجام داد مسیح وقتی که شراب را وقتی آب را به شراب تبدیل کرد اولین حرف که زد میدانید چی بود؟ گو برین برای رئیس مجلس بتنیره برای اون کسی که ادعای زیاد داشت اول میخواست که قدرتش نشان بده دومی که میدانست که باید اول آن شخص متوجه شود تا بقیه از او اطاعت بکنن حالا رئیس مجلس در اون زمان حتما مانند بقیه مست بوده از خود به خود بوده حتما بیش از حد نوشیده به دو حالت اول اینی که خب شراب دنیا مسو به هوشش کرده بود دومی که رئیس مجلس بود صلاحیتش بیشتر بود حتما انتخاب بیشتر از دیگرها خورده بود چون ما میبینیم در مجالس اینا کسانی که خدمت را انجام میدن اول خودشان نگذره مستفید میشن ما در آشپزخانه سر را زیاد داریم اول خود آشپاز یک هم میخوره این کارها را زیاد کردیم به هر حال رئیس مجلس مطمئنا از همه بیشتر مست و بیهوش بود اما وقتی کلام خدا را میخوایم امروز من بیشتر موضوع را بهش دقیق شدم یک چیز زیبای دیگر در قلبم آمد رئیس مجلس مست بود بیهوش بود از دنیا خبر بود مست نشه و مستی هرزگی دنیایی بود اما به مجرد چشیدن از این شراب ناب فریاد میزنه که هی hey, این چی شراب ناب است این چی شراب است بهترین است از همه و با صاحب مجلس میگه که قانونی است که شراب خوب را اول بیاریم بعد که مردم مست و بیهوش شدن بعد شراب بد مزه و بد کیفیت را اما برعکس تو شراب با کیفیت را در آخر آوردی میدانین چرا؟ چون میخواید درس برای مذاهب امروز بته روی زمین مذاهب روی زمین چقدر باغ سبز سرخ و چیزهای زیبا را بر انسان ها نشان میده چقدر وعده های کاذب میده چقدر چیزهای خوب نشان میده برای مردم وقتی که قلب را تسخیر کرد وارد دین مذهب شد باور به با اون مذهب آورد تایش چی است خالی آخرش چی است هیچ حتی یکی از پیشوای بسیار زبردست مذاهب زمین است شما آشنا هستین که روایت داره که پیروانش ازش پرسیدن که خب توی همه را به بهشت خدا دعوت کردی خودت چی؟ آیا سرانجام تو هم به بهشت هستی؟ گفت من استغفرالله من انسانم من کجا میتونم آگاهی را داشته باشم که بعد از این باز خدا مرا میپذیره نمی پذیره این انتخابش یا صلاحیتش در دست خدای تعالی است که باز مرا پذیره یا نه برعکس عیسی مسیح از اول بر من تو وعده داد از اول گفت که به من ایمان آورد زنده گردد از اول بر من تو گفت ایمان بیار حیات را داشته باش حیات یعنی بودن در بهشت و در حضور خدا بر عبد. آمین موافق هستین پس ایسای مسیح با این ترتیب می و به رئیس مجلس این هوشیاری و این بیداری را می ده. و می که رئیس مجلس بسیار زود هوشیار میشه و به خود می آگاه میشه. واو این چی شراب است این چی شراب ناب است یعنی دردم این رئیس چی میشه؟ از بدمستی دنیا هوشیار میشه پس به این معنی که اگر من تو به خون عیسی مسیح باور میکنیم این شراب ناب مسیح چی کار میکنه من تو هوشیار میسازه بیدار میسازه از بد مسی دنیا جدا و دور میکنه بی هوشی ما رو ورداشته من پاک میکنه و این شراب ناب است چرا چون این شراب ناب با ماهیت خدایی است این ماهیت الهی داره این کاملا با مشروبات الکلی زمین چی داره فرق داره مست شراب نشوید مس روی خدا شوید مست که عیسی مسیح شراب یک مسیح برای من تو چی کار کرد انجام داد همین تعلیم به می شکل ادامه دارد تا می رسیم به کتاب ماتا باب نهمش. در کتاب ماتا باب نهم بازم با چند تا آیه برمی آیه 16 و 17 هیچکس پارچه نو را با جامعه کهنه وصله نمی زند زیرا وصله از جامعه کنده می شود و پارگی بتر می گردد و نیز شراب نو را در مشکای کهنه نمیریزند زیرا مشکا پاره می و شراب میریزد و و ها از بین می رود. شراب نو را در مشکای نو میریزند تا هر دو محفوظ بداند من یک دو تا عکس اینجا آماده کرده بودم برادر سینای عزیز اون عکس ها هستش این اه, چیست؟ مشک. یک عکس دیگه هم بود در کنارش. دو تا بود. عکس مشک ناب و مشک با هم نمیشه بگذاری کنارم. نمیشه. اوکی. این مشک ناب است درست؟ این مشک تازه است. ببینید که اه, تو پلو چاقچهلات من شراب ناب داخل ازی هستش. ولی اون اه, مشک اولی مشک است که پوسیده شده، کونه شده، حتما سوراخ است. به نظر من یک دو تا سیایی که معلوم اینجا حتما سوراخ شده است. ماسک را حتما می‌شناسین درست؟ 100 صد درصد می‌شناسین. برای یک دو سه کار ازش استفاده می‌کردن و آنوز که هنوز هم است من فکر می‌کنم در یکی از دهات ایران افغانستان ازش استفاده می‌کنن. ما دوغ میگن چه میگن؟ دوغ باش جک میزنن. هست حتما. پس در او زمان آب و شراب بیشتر ازش استفاده میکردن. و این مشک زمانی که تازه است شراب را در خود بهتر نگه میداره. ولی اگر مشک که کونه است این شراب چیکار کار میکنه؟ از بین میبره. میریزه خراب میشه. به دلیل چی؟ به دلیل که شراب وقتی که داخل مشک میشه، من میشه حجم بیشتر را میگیره و به مرور زمان آیسا مشک اگر ناو تازه نباشه که نر و کش نتا چی کار میشه؟ پاره میشه میترکه و حیف میشه همه شراب میرزه زمین چیز باقی نمیمونه. بس این مشک حالا در کلام خدا میتونیم بگیم مشک کی است؟ ما هستیم درون ما هست. شراب چی است؟ کلام خدا حضور خدا پس اگر مشک های ما نو تازه نیست و هر چی کلام خدا درش بریزه چی کار میشه از بین میره تبا میشه اگر مسیح برای من تو این درس میته که هیچ کس شراب نو را در مشک کهنه نمی نمیاندازه. نمی کی این کار را میکنه کی است که شراب ناو را در مشک کنن نندازه؟ کسی که از شراب ناو ایسای مسیح نوشیده و این تازگی را در خودش داره. نه کنگی، نه فکرهای کنن، نه عادت کنن، نه باورها و ایمان مذاهب قبلی کنن در قلب فکرش. چرا در مسیح نو شدیم در مسیح؟ جدید شدیم پس فکر ما، رفتار ما، شخصیت ما، درون ما، زمیر ما، ایمان ما، باور ما، اعتماد ما با خداوند نو شد، تازه شد شراب همیشه تازه است، مسیح کارش همیشه تازگی است، کار مسیح کنه نمیشه مس... کار مسیح، کار خداوند کنه شدگی نیست کار خداوند از ابتدای خلقت تا آخر پایدار و تازه است آیا منطقی را قبول میکنه که کار خدا کنه شوه به ایچ انوان به ایچ انوان هیچ چیز در زمین ثابت نمیتونه که کار خدا را بگه که بالاخره کنه میشه کار خدا همیشه تازگی داره رئیس مجلس گفت گفت شراب ناب را در آخر آوردی این آخر امروز است این آخر تا آخر اندامه داره کار مسیح همیشه تازگیش ادامه داره این مشک است که کنه میشه این مشک است که کنه میشه کلام خدا هر چی بیشتر ازش بگرده اهمیت و ارزشش بیشتر میشه ما میبینیم 2023 سال از کلام خدا گذشت از کاری سای مسیح گذشت 2023 سال پیش چند نفر به عیسی مسیح یا چند هزار نفر یا بگم چند میلیون ایمان داشت ولی امروز در این عصر چند میلیون یا چند میلیارد به عیسی مسیح ایمان دارن و بعد از این حساب بگم چقدر دیگه میشه در چین روزانه چند هزار نفر به عیسی مسیح ایمان میارن در ایران عزیز چقدر و مسیمان مسیح ایمان آوردن آیا سی سال چه سال پنجاه سال پیش به می اندازه بود در افغانستان ما به می اندازه که امروز تعداد کسی از افغانها بگم گلا گلا به عیسی مسیح ایمان میارن آیا سی سال پیش پنجاه شصت سال پیش بود نبود چرا کار خدا کنگی نداره کار خدا تازه است قلبها را تازه میکنه هر روز تازه میکنه من دنبال از او آیا میگشتم امروز نیافتم خواستم خواهر نسین زنگ بزنم بگم که اون آیه که میگه ما هر روز تازه میکند رحمت های خداوند است که هر روز ما را تازه میکند درست این رحمت های خداوند است که هر روز ما را تازه میکند بله چقدر رو دنبالی آیت فکر کردم نتونستم پیدا بکنم مراسی ارمیا باب سه آیه سی و سه. شماره تلفن خداوند هست که با خدا تلفن میزنی ارمیا سه سی رو در وقت سختی مرا بخوان تو اجابت میکنم رحمت از رحمت های خداوند است که تلف نشدیم پس رحمت های خداوند تازه است در هر زمان در هر سختی و مشکلات در هر لحظه با ما است این عیسی مسیح کارش داد این مشک است که کونه میشه این من شما هستیم که امکان داره کونه شیم کی کونه میشیم چطور کونه میشیم کونه راه و روش داره ما تازه ماندن هم راه و روش داره راه و روش کهنه شدن از کلام خدا دور شدن از جمع ایمانداران دور شدن ارتباط با آسمان نداشتن قطع ارتباط با خداوند دعا نکردن در تعلیم نبودن با افکار و عقده ها و کینه ها و باورهای های زندگی کردن آن شخصیت کونیق قبل رو با خود یدک کشیدن هر روز کلا پشتی از بار دردها و رنجها را با خود ما کشیدن و حمل کردن اینا آن شراب کنه دنیا است که هر روز با خود حمل بکنه ما را کنه می سازه. چون مشک گفتیم که به مرور کنه میشه مشک یک بارگی کنه نمیشه مشک از امروز به فردا آیستا یواش یواش کنه میشه استفاده ازش نمیشه یک جای آبیزان میشه بالاخره امروز و با فردا بالاخره هفته آینده ماینده، سال آینده دیگه خوش شد از او چیز باقی نمون وقت خشک شوه هر آن چیزی که داخلش بریزی چی میشه خراب میشه میریزه پایین سوراخ میشه چون قابلیت برداشت نداره چون دیگه امکان چیزی را نداره که در خودش نگه داره بدن های ما اگر با کلام خدا با حضور خدا با روح خدا هر روز تازه نشه هر صبح رحمت های خدا ما رو تازه نکنه این مشک ما روز بر چی میشه خشک میشه خشک میشه ما داریم با تجربه اینه که خیلی از ایمان دارن اگر امروز دور شدن از کلام خدا و افتادن تا سرحد انکار ایمان ای که در دام و گلوی گرگ شریر افتادن دلیل چی است؟ در یک جای معلق ماندن هیچ استفاده از این بدن خودش برای جلال خدا نکردن اجازه ندادن روح خدا در زندگیش کار بکنه با او زندگی بکنه روز با روز آیسته و آیسته خشک شد و کلام خدا میگه مگه آیه 16 و عبده مشط ما ای ویدون یا شراب نو را در مشک کنه ریزند زیرا مشک ها پاره می شوند و شراب میریزد و مشک از بین میرود زیرا مشک پاره شود و شراب از بین میرود تباه میشه. حیف است حیف کلام خدا حیف این کار ایسای مسیح بر صلیب جلجتا حیف آمدن ایسای مسیح بر روی زمین حیف این هم از زحمات که خدا من کشید بر من تو خونش شد داد ایمان بیارم جز از بدن مسیح شیم، این مشک که ما را تازه بکنه نو بکنه خلقت تازه بته چیز تازه در زندگی ما با وجود بیاره اما خود ما را در یک جای میخکوب بکنیم ساکت بشینیم هیچ عمل انجام نتیم که جلال خدا باشه خب آیسته. آن چیزی هم که درش هست میریزه و این مشک وقتی کونه است است هر چیز روح خدا هر چی کلام درش بریزه فایده نداره از این گوش میاد از این گوش میره هیچ فایده دیگه نداره خب چرا سوراخ شده گو پاره شده است وقت گذراندن است که کلیسا آمدن فقط روزا یک شب کلیسا صندلی را گرم بکنه برگرده حیف است چون دیگه امکان ذخیره حضور خدا را در خود نداره سوراخ شده از سوراخ شد. چیز دیگه چیز باقی نمیمونه از یک طرف میای و از یک طرف دیگه خارج میشه چقدر زیباست که یک طرف ببندیم آن دیوار سنگی که در مقابل قلب استاده است اون دیوار سنگی رو ورداریم از مقابل قلب بریم در مقابل یکی از گوشهای خود بگذاریم تا هر چی کلام حضور خدا می اینجا بر اونجا بمانه آمین دیگه بیرون نره جایی نداشته باشه بیفته بیرون پس ایمان که بخوایم مشکش پر تازه باشد باید از شراب تازه و ناب مسیح بنوشد ما هنوز کلام نصب نشده من رو اشاره میکنی که تمام شدن ما در مسیح نو شدیم آمین خلقت ما تازه شد آمین باید فرهنگ زیستن در تازگی مسیح هم نیز بیاموزیم یادگیری زیستن در خداوند یا یادگیری فرهنگ زیستن در تازگی عیسی مسیح یک راه داره گذشته های ما را دور اون بسلایی که بخوایم برای زندگی ما را ما میگیم پینه بتیم وصله بتیم بکنیم دور در عوض چی را بگذاریم مشک تازه خود ما را در کلام خدا توسط خدا تازه نگه داریم و کلام خدا میگه هر صبح رحمت های تو مرا تازه میکند هر صبح از خواب بلند میشیم یک بار به خداوند میگیم خداوند سلام صبح بخیر من به با این باور هستم وقتی که قبل از اینکه چشم از خواب باز شود حضور خدا بالای سر ماست و منتظر فرزند خداوند است که کی چشمش از خواب بلند باز میشه و مجرد باز کردن چشم ما چی زیباست به جایی که گله و شکایت بکنیم که باز صبح شد باز یک روز دیگه طولانی پیش روی داریم باز این چه غر زدن و شکایت کردن بگیم سلام خداوند سلام رول قدوس عزیز امروز منم در دست های تو امروز ها میخوایم تازه باشم امروز می میخوایم با تو زندگی بکنم ما عزیزان در زیافت عیسی مسیح در جشن عروسی برای دعوت شدیم در جشن عروسی برای دعوت است چند نفر می که در این زیافت باشند چند نفر یک تعداد کم نصف جلسه بقیه نمی که در این جشن عروسی باشند تصمیم با شما اما دعوت شدین کلام خدا گفت دعوت شدگان زیاد است نه برگزیدگان کم بین از جمله برگزیدگان باشیم دعوت همه انسان ها شدن همه دعوت شدیم بر حضور خداوند خدا جهان را قد محبت نبود که یگانه فرزند شه داد برای همه داد اما برگزیده کسی است که از شراب ناب مسی بنوشه و مشکش را تازه نگه داره توسط شراب ناب مسی. نه اینکه با شراب هرزگی دنیا با کارها و افکار و رفتارهای دنیایی مشکش را خشک بکنه و از بین ببره آنها برگزیدگان میشن میخوایم از جمله برگزیدگان باشیم میخوایم در جشن عروسی بره با هم دستک بزنیم و وجه بکنیم و شادی بکنیم بیسین دعا بکنیم ایزان من یک قسمت از آیات دیگه کلام خدا مان ولی به هر حال شما بهتر از من همه چیزا میدانین و مطمئنا که همو لوب لاب موضوع را فهمیدین متوجه شدیم که بدن های ما مشک است شراب ناب تازه کلام و حضور خداست این دوتا را با هم یک جای بکنیم تا اجازه زیر داشته باشیم در جشن عروسی برست هم داشت بگیریم نه این که مانند دو پادشا پادشای پادشا نیسای مسیح در آنجا باز منت بگه بارو بیرون دگه که باز اونجا فشار دندان به دندان است اونجا باز وای 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 است به جایی که آنجا بگیم وای, وای 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 اینجا بیسیم و مشک ما را در تازگی نگه داریم آمین خداوند خدای آسمان خدای پرجلال خدایی که همه خوبی ها را بر ما در نظر داری تو پدر استی که بهترینش در نظر داری با ما و در کلامت گفتی که هیچ پدر نیست که فرزندش ازش نان بخوایم سنگ در دستش بده ما میخوام خداوند امروز از تو آن تازگی حضورته در هر آن لحظه به طلبیم خداوند و ایمان دارم پدر که دستان تو به سوی ما دراز است و تو میخوایی که خداوند ما از شراب ناب آسمانی تو از این شراب که با ماهیت الهی و با ماهیت قدوسیت و پاکی تو خداوند داشته باشیم ما را لبریز کن خداوندا. ما را مست روی خود گردان خداوند ما را مست روی خود گردان عزیز دعا میکنم برای خودم و عزیزان من خداوندا که ما را از مستی های کاذب این دنیا خداوندا دور نگه دار کمک کن روح القدس عزیز تا افکار ما با سوی مستی های دنیا نره بلکه خداوندا محس روی تو شایم. این شراب تو خداوندا تازگی در هر ان لحظه زندگی ما با ما خداوندا داشته باشد. مسیجان تو آسمان را گذاشتی آمدی زمین تا ما را از کهنه و نو تبدیل بکنی آمدی بدنهای فرسوده ما را بدنهایی که در گناه فرسوده شده بود و از بین رفته بود و هیچ امیدی درش نبود خداوندا تو با این شراب نامت خداوندا ما را هوشیار بکنی ما را بیدار بکنی ما را خداوندا چشم و دل ما را باز بکنی که بدن ما فکر ما راه ما خداوندا تازه شو ناو شوند کلام تو چراغ راهی ماست خدا آمده. ما در روشنی تو قدم بگذاریم ما را یاری رسان روح القدس عزیز هللویا جلال بر نام تو خداوند هر آن چیزی که خداوند در زندگی ما مشک های ما را کونه می کنه میکنه. هر چی که عادت ها و شخصیت کونه قدیم از خداوند به نام عیسی مسیح با خون پسرت خداوند همه را دور بکن بشور پا کن خداوند امروز مس جدید لمس جدید عشق جدید بده خداوند تا بیشتر از بیش خداوندا با وعده های تو اعتماد بکنیم با وعده های نیکوی تو خداوندا باور ما بیشتر شود. تا بدانیم خداوندا که مست تو خداوندا که ما را در اوشیاری و بیداری نگه میداره. در تازگی تو نگه میداره. تا در این جشن عروسی خداوندا با وقار در حضور تو بیستیم شرمنده نباشیم خداوندا و بیرون انداخته نشیم هللویا جلال برنامه تیسای مسی. آمین و آمین فیض خدا باش ما باش ایزان